خانم اثر بدیعی، بازیگر سرشناس کشورمون که در فروردین 1392 از دنیا رفت. بعد از فوت او شایعه‌های عجیبی منتشر شد، اما علت واقعی فوت او چه بود؟ یکی از فیلم‌هایی که خانم بدیعی بازی کرد و به زندگی خودش و فوت خودش هم خیلی نزدیک بود، فیلم بودن یا نبودن ساخته کیانوش عیاری هست. این فیلم به موضوع اهدای عضو پرداخت. ایشون نقش یک دختر جوان رو بازی میکرد که نیاز مبرم به پیوند قلب داشت و در نهایت خانواده یک جوان که مرگ مغزی شده بود متقاعد شدن که اعضای بدن فرزندشون رو اهدا کنن، اتفاقی که برای خود خانم عسل بدیعی هم رخ داد. دوچار مرگ مغزی میشن، قلبشو در بیارن و بدن به یه آدم دیگه. ایشون بعد از بازی در این فیلم کارت اهدای عضو گرفت و خودش امضا کرد که در صورت صلاح دید پزشکان اعضای بدنش اهدا بشه، اتفاقی که واقعا هم رخ داد. اما سال 92 شایعه‌های عجیبی منتشر شد، شایعه‌های خودکشی عسل بدیعی که واقعا چنین چیزی صحت نداشت اما در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شد، تا اینکه رضا داوود نژاد داماد خانواده و همسر غزل بدیعی خواهر عسل 8 سال بعد از درگذشت خانم بدیعی در یک برنامه تلویزیونی گفت از ویژگی‌های عسل می‌تونم به شور و شوق زندگی در او، طراوت، مهربانی، مادرانه بودن و انرژی مثبت دادن به بقیه اشاره کنم. آخرین جمله‌اش این بود که امسال سال منه. اتفاقی که برای عسل رخ داد برای هیچ کدوم از ماها قابل باور نیست. داوود نژاد میگه سال 92 من احتیاج به یک عمل جراحی داشتم و نمیتونستم به سفر برم. عسل هم پیش ما مونده بود. پدر و مادر عسل به مشهد رفته بودن چون عموی عسل حالش اصلا خوب نبود و گفته بودن تا 2-3 روز آینده ممکنه فوت کنه. چون من نمیتونستم برم، عسل هم پیش ما مونده بود. تمام کسایی که عسل رو میشناختن به جز مهربونی چیزی از اون ندیده بودن. اون تمام زندگیش رو وقف خانوادش کرده بود. اون هیچ بیماری نداشت و در سلامت کامل بود. همه ما یه سری مشکلات و بالا پایینی ها تو زندگیمون داریم، ولی اون خیلی حساس بود. ممکن بود بعضی از مسائل خیلی ناراحتش کنه، اما نه به شکلی که دچار افسردگی بشه. متاسفانه در طول این مدت حرف‌های ضد و نقیضی درباره عسل در فضای مجازی منتشر شد. رضا داوود نژاد در صحبتاش میگه که اتفاقی که اون شب برای عسل بدیعی رخ داد این بود. لطفاً اگه تا اینجای ویدیو از ویدیو ما خوشتون اومد اون رو لایک کنید و اگه تا الان عضو به کانال ما نشدید با زدن دکمه سابسکرایب به جمع ما بپیوندید. عسل سردرد و حالت تهوع داشت. ما به اورژانس زنگ زدیم و او را به بیمارستان بهمن بردیم. متاسفانه برخورد نامناسبی از طرف مسئولان و پرستاران اون بیمارستان با ما شد. هیچ توضیحی درباره وضعیت عسل به ما نمیدادند. عسل متاسفانه در اورژانس دچار ایست تنفسی شده بود. بعد از مدتی از اونجا به بیمارستان کیان منتقل شد. در بیمارستان به ما گفتند که او دچار تشنج شده و سطح هوشیاریش پایین اومده. بعد از اون رو به بیمارستان لغمان که مرکز تخصصی مسمومیت و مغز و اعصاب هست منتقلش کردیم. در رسانه‌های مختلف نوشتن عسل بدیعی دچار مسمومیت دارویی شده، اما این اصلا درست نیست. من اون زمان برای اینکه پدر و مادر عسل رو زیاد نگران نکنم و بتونم اونها رو از مشهد به تهران بکشونم، تلفنی بهشون گفتم که عسل دچار یک مسمومیت خفیف شده و همین مسئله بازار شایعات رو داغ کرد. در نهایت عسل تونست با اهدای 7 عضو خودش از جمله پوست و قلبش به 7 نفر زندگی ببخشه. اگر اعضای یک آدم در سلامت کامل نباشه، امکان اهدای عضو وجود نداره. بنابراین اگه مشکلی در نحوه مرگ عسل بود، نمیتونستن اعضای اون رو اهدا کنن. پس این شایعات که مسمومیت دارویی یا خودکشی یا استفاده از مواد مخدر و این چنین چیزهایی که در رسانه ها منتشر شد درست نیست. رضا داوود نژاد در ادامه صحبتاش میگه عسل در روز 10 فروردین عین یک گنجیش جلوی چشمای من پرپر شد. من 18 فروردین نامه گرفتم که تایید میکرد علت فوت عسل بدیعی قصور پزشکیه. 12 فروردین روز فوت عسل بدیعی بود، اما به خاطر رسیدگی به پرونده و همچنین اهدای عضو چند روز طول کشید تا او رو در
18 فروردین در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک بسپارد. اصل در 19 اردیبهشت 56 در تهران متولد شد. در سن 21 سالگی از طریق یکی از دوستاش برای تست بازیگری رفت و در کمال ناباوری قبول شد و اولین فیلمی هم که بازی کرد بودن یا نبودن بود. اصل در سال 79 وقتی که 23 ساله بود با فریبرز عرب‌نیایش 36 ساله ازدواج کرد که حاصل ازدواجشون پسری به نام جانیار بود که ازدواجشون هم بعد از 4 سال به جدایی انجامید. در حال حاضر جانیار با پدرش در کانادا زندگی میکنن. اصل در سن 35 سالگی از دنیا رفت. روحش شاد و یادش گرامی. دوستان عزیز، از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید ازتون سپاسگزاریم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.